سلام علیکم بیننده های محترم برنامه هشتگ سوژه، خدا رو شاکرم که لطف خاص امام حسین علیه السلام بار دیگه شامل حالم شد و تونستم و این توفیق حاصل شد که از شهر مقدس کربلا، از بین الحرمین در خدمت شما محترمان باشم. شهادت مظلومانه پنجمین پیشوای مسلمانان جهان حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت یکایک شما تعزیت عرض می کنم و خوشحالم که کربلا و بین الحرمین رو در خانه های خودتون مشاهده می کنید. با 114مین قسمت از برنامه هشتگ سوژه در خدمت شما بزرگواران هستم. بیننده های محترم تلویزیون امام حسین علیه السلام، امروز با سوژه دیگه و متنوع در خدمت شما بزرگواران هستیم و مهمان خانه های شما هستیم به مناسبت شهادت حضرت باقرالعلوم علیه السلام در مورد یکی از فرازهای مهم وصیت اون حضرت. میخواییم با شما گفتگو کنیم و از شما در این قسمت میپرسم که دلیل وصیت امام باقر علیه السلام به برگزاری 10 سال عزاداری با صدای بلند پس از شهادتشان در سرزمین منا چه بود؟ برنامه هشتگ سوژه تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد سوژه امروز بیان کنید. شماره ما هست 20964-770-309-6135. از طریق تلفن و واتساپ میتونید در تماس باشید با برنامه. بیننده هایی که از کشور ایران ما را همراهی میکنند از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 5011-4070 میتونن اسمس ارسال کنند. از سوژه شناسه ما در اینستاگرام هست. جمعای محترم، اطلاع دارید که هشتگ سوژه رو همه جا میتونید پیگیری کنید و دنبال کنید. همین الان بیننده هایی که دسترسی به ماهواره ندارن از طریق لایو توییتر، لایو یوتیوب و لایو فیسبوک شبکه جهانی امام حسین علیه السلام بیننده برنامه هشتگ سوژه هستن، همچنین از طریق اپلیکیشن شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و از راه لینک مستقیم موبایل بدون نصب برنامه ای یا اپلیکیشنی لمس میکنید لینک مستقیم رو و تلویزیون امام حسین علیه السلام در گوشی همراه شما قابل رؤیت هست. بله، از همین الان دوستان من در اتاق فرمان اشاره میکنن که تلفن ها باز هست، میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد سوژه امروز مطرح کنید و در موردش با هم گفتگو کنیم و با دیگر بیننده های تلویزیون امام حسین علیه السلام در این باره گفتگو کنیم. وصیت حضرت امام محمد باقر علیه السلام دارای چند فراز هست. در بخشی از این وصیت حضرت امام محمد باقر علیه السلام چند نفر رو شاهد گرفتن، به فرزندشون حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن 4 نفر رو بیار و به عنوان شاهد میخوام صحبت هایی بکنم. فراز هایی داره تا به این قسمت از فراز وصیت امام باقر علیه السلام که به
حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند یا جعفر اوقف لی من مالی کذا لنواد بتندبنی عشر سنین به منا ایام منا. جعفر فرزندم از مال من فلان مبلغ را وقف کن تا نوح سرایان و مرسی سرایان 10 سال در سرزمین منا در ایام منا برای من عزاداری و مرسی سرایی کنند با صدای بلند. کلمه تندبنی در نص وصیت امام باقر علیه السلام هست که می‌فرمایند عزاداری و مرسی سرایی با صدای بلند به مدت 10 سال در مصیبت شهادت امام باقر علیه السلام. همینطور که می‌دونید ایام امامت حضرت باقر العلوم علیه السلام مصادف بود با اوج قیام‌هایی که در زمان بنی امیه صورت می‌گرفت. در اواخر حکومت بنی امیه قیام‌های مختلفی در شهرها و کشورهای مختلفی صورت گرفت، از عراق گرفته تا ایران تا آفریقا قیام‌های مختلفی انجام می‌گرفت و سران حکومت و استاندارها و والیان حکومتی بنی امیه درگیر این قیام‌ها بودند. از طرفی هشام ابن عبدالملک لعنت الله علیه که حاکم وقت بود و حاکم بنی امیه بود درگیر شدید بود با بنی العباس و در این فرصت حضرت باقر العلوم علیه السلام مجالی پیدا کردند که از اختلافاتی که بین این دو فرقه ظالم و این دو گروه ظالم بنی امیه و بنی العباس هست استفاده کنند و حوزه علمیه ای رو تأسیس کنند که بعدها حضرت امام صادق علیه السلام تونستن بستش بدن، گسترشش بدن و شاگردان فراوانی رو تربیت کنند در این حوزه. در این زمانی که هشام لعنت الله علیه والی مدینه بود، ظلم‌ها و ستم‌های فراوانی به شخص حضرت باقرالعلوم علیه السلام روا داشت و از طرفی مردم از جایگاه علمی حضرت باقرالعلوم علیه السلام به خوبی اطلاع نداشتند. یعنی سبک روزگار دیگه، در همه زمان‌ها همین گونه بوده و ظلم‌های فراوانی به حضرت باقرالعلوم علیه السلام شد تا اینکه آخرالامر هشام دستور به قتل رساندن و شهادت باقرالعلوم علیه السلام رو صادر کرد. سلام می‌کنم به سرکار خانم بهچیان از کرج. سلام علیکم. سلام بر شما، وقتتون بخیر. نظرتون رو بفرمایید در مورد وصیت امام باقر علیه السلام. به نظر شما دلیل یا دلایل چی هست که این طور وصیت کردن حضرت؟ وصیت ایشون به خاطر این بود که مردم بخوان برن برای ملاب و مشهر و اینا زیارت کنن، به خاطر این وصیت کردن که 10 سال پیاپی برای من گریه کنید. بله، به نظر شما این گریه و این نوع وصیت امام باقر علیه السلام چه اثراتی داشت و چه اهدافی را حضرت دنبال می‌کردن که در اون سرزمین خاص، در سرزمین منا، این عمل انجام بشه؟ بله، خب بیشتر بخواد اینکه شیعیان دعوای گریه برای حضرت امام محمد باقر بتونن اونجا مشرف بشن و همه بقیر هم زیارت کنن. کجا رو زیارت کنن؟ ائمه بقیر هم زیارت کنن، مدینه ائمه بقیر. تشکر میکنم از تماستون و اینکه نظرتون رو بیان کردید. خدا نگهدار شما. بله بیننده‌های محترم، حالا نظر این بیننده محترم رو شنیدیم، ولی در زمان امام باقر علیه السلام در قبرستان بقیع گذشته از اصحاب و صحابه حضرت رسول خدا، فقط از اهل بیت عصمت و طهارت امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت زین العابدین علیه السلام مدفون بودند.
و بعدها حضرت باقرالعلوم هم در قبرستان و حرم ائمه بقی علیهم السلام دفن شدند. بله بیننده های محترم، من همطور که صحبت میکنم شما دست به موبایل بشید و نظرتون رو، اون چیزی که به ذهنتون میرسه، در مطالعاتتون بهش رسیدید، در تحقیقاتتون، پای منبرهایی که شرکت کردید، مطالبی که به دست آوردید، تماس بگیرید و نظرتون رو بیان کنید و اینکه به نظر شما چه اهدافی رو حضرت امام محمد باقر علیه السلام دنبال می‌کردن، وصیتی که هر انسانی در آخرین لحظات عمر خودش انجام میده حائز اهمیت هست و مسلماً نکات بسیار بسیار مهمی رو در اون وصیت مرقوم می‌کنه. حالا چه برسه به اینکه اون شخص حجت خدا حضرت امام محمد باقر علیه السلام باشه. یقیناً کلمه به کلمه این وصیت امام محمد باقر علیه السلام دارای معانی و اهداف بسیار والا و مهمی هست. اون چه که شما به نظرتون میرسه، اون چه که از تحقیقاتتون به دست آوردید، تماس بگیرید و نظرتون رو بیان کنید. یک مرتبه دیگه متن این فراز وصیت امام باقر علیه السلام رو من میخونم برای بیننده هایی که تازه به جمع ما پیوستن و بیننده برنامه شدن. حضرت به فرزندشون امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: یا جعفر اوقف لی من مالی کذال نواد بتندبونی عشر سنین به منا ایام منا. فرزندم جعفر، از مال من فلان مبلغ را وقف کن تا مرسی سرایان 10 سال در سرزمین منا با صدای بلند در عزای شهادت من مرسی سرایی کنند. سلام میکنم به آقای نظری از کرمانشاه. سلام و رحمت الله، حال شما خوبه؟ سلام بر شما، متشکرم. بفرمایید نظر شما چی هست نسبت به این وصیتی که حضرت امام باقر علیه السلام این طور فرمودن؟ خواهش میکنم، عرض من به حضور شما، من تماس جواب پیام و مسائل موبایلم دادم. یکی از جوابایی که راجع به وصیت امام محمد باقر علیه السلام راجع به وصیت خودشان که گفتن که مثلا 10 سال در منا برام عزاداری برپا کنه، اینه که مسئله عزاداری بین ائمه بوده که بالاخره به حرمت شهادت ائمه این مراسم برگزار بشه. به عرضم به حضور شما، به پسر بزرگوارشان امام جعفر صادق وصیت کردن که بالاخره این سال در این مراسم بالاخره برگزار بشه به خاطر بزرگداشت و یادواری بالاخره معصومین که فراموش نشن، این مراسم های بزرگ بالاخره زنده بمانه. یکی بالاخره مسئله سیاسی بود که عرض کردم در جوابم دادم که این مراسم بالاخره به خاطر دور و ستم و ظلمی که خب کام اون زمان بالاخره یکیش که خوشاهد عبدالملک بودم که به شخصیت بزرگوار امام محمد باقر توهینی کردن، بالاخره اینا جنبه مبارزی سیاسی بود که امام خواستن بالاخره بعد از شهادتشون این مبارزه سیاسی بالاخره ادامه داشته باشه. در این دو باب من در حدود اطلاعاتم من میدانستم که بالاخره با برنامه من در خدمت شما هستم، در این حد من میتونستم بالاخره توضیح خدمتتون عرض کنم. به نظر شما حضرت چه اهداف سیاسی رو دنبال میکردن که با این وصیت خواستن این اهداف جریان پیدا کنه و ادامه پیدا کنه؟ دقیقا در مورد اهداف سیاسیشون اطلاعات حقیقتش ها ندارم، ولی در حد باب اطلاعات هم در این حد بوده که بالاخره توفیق حاصل شد که در این مورد سیاسی یکی بزرگ داشته بالاخره معصومین بودش بالاخره. احسنتم، تشکر میکنم از این که همراهی کردید با برنامه خودتون. بیننده برنامه باشید، انشاءالله مطالب بیشتری بیان خواهد شد در برنامه. اگر اتاق فرمان به من اجازه بدن فرصت داشته باشیم بریم و یه قدری
تا جایی که زمان به من اجازه بده پیام‌های بیننده‌های محترم رو، بله، پیام‌هایی که به سامانه واتساپ برنامه هشتگ سوژه ارسال شده، بیننده‌ای نوشتن در مجلس اعضا بالاخره یکی از میان جمعیت برمیخیزد و میپرسد چرا گریه میکنید، که در این پرسش‌ها زمینه مهیا میشود تا بگویند امام را کشتند و شهید کردند. بیننده دیگری نوشتن بمیرم برای آقام باقر که از کودکی ظلم رو دید، تشنگی کربلا، اسارت شام، ریختن خون شهدا، از حبیب تا علی اصغر و هم بازیش رقی جانم. من سعادت اینو داشتم در کنار قبرستان بقی هم مداحی کنم، هم نماز زیارت ائمه رو بخوانم. تشکر میکنم از این بیننده محترم که پیام ارسال کردن ولی جواب برنامه نیست. بیننده دیگری با شناسه علمدار ابوالفضل نوشتن سلام، خسته نباشید. علیکم السلام، متشکرم. بعد از شهادت پیامبر اهل سقیفه همه تلاششان این بود که سنت و وصیت پیامبر که اهل بیت پیامبر بودند کاملا از ذهن مردم آن دوران پاک کنند و سنتی که اهل سقیفه می‌خواستند جایگزین کنند تنها راهی که برای مبارزه با دشمنان پیامبر و اهل بیت باقی مانده بود همین سفارشات بزرگان معصوم بود. بیننده دیگری نوشتن چون که امام میخواستن از این طریق روشنگری انجام بدن برای احیای امر اهل بیت علیهم السلام و افشای ظلمی که به اهل بیت علیهم السلام روا داده شده. بیننده دیگری در سامانه واتساپ، خب بله، به من اطلاع میدن که فرصت نداریم بیش از این الان پیام بخونیم، تماس داریم. آقای سلام میکنم به آقای جلیل از مشهد مقدس. سلام. سلام بر شما. آقای جلیل، نظر شما چی هست در مورد وصیت امام باقر علیه السلام؟ وصیت امام باقر گفته دیگه، این که برای اهل بیت عزیمه که بخوام بکنیم مشکلی نداره، این که سال و چلم و هفت و اینا هم هیچ مشکلی نداره، مختصمون نیست، در سال حتی هر شب ما برای اهل بیت جلسه بگیریم، هیچ اتفاق مشکلی نمیاد. بله، این وصیت رو شما می‌فرمایید تأییدی و تأکیدی بوده از سوی امام باقر علیه السلام برای این مطلب. به نظر شما اهداف دیگری رو به ذهنتون میرسه از نوع این وصیت امام باقر که منحصر به فرد هست در اهل بیت؟ درسته. نه، الان دیگه روزه ندارم. تشکر میکنم از مطلبی که بیان کردید و نظرتون رو مطرح فرمودید. خدا نگهدار شما. بله، همینطور که بیننده محترم تماس گرفتن، قبل از امام باقر علیه السلام هم این مطلب هم تأیید شده بود از سوی اهل بیت علیهم السلام، هم سنت اهل بیت بود. در سوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام اهل بیت عزادار بودند، در سوی حمزه سیدالشهدا خود رسول خدا عزاداری کردند، در سوی سایر اهل بیت و در سوی حضرت سید الشهدا علیه السلام، آقا زین العابدین امام سجاد علیه السلام، نه یک سال، نه چهل روز، نه پنج سال و ده سال، بلکه 20 سال حضرت امام زین العابدین علیه السلام عزاداری و نوحه سرایی کردند. این مطلب رو عرض کنم که در طول زندگانی امام محمد باقر علیه السلام بارها و بارها اهل سقیفه به شکل‌های مختلف متعرض حضرت باقرالعلوم علیه السلام می‌شدند. گذشته از اهل سقیفه که در کسوت اسلام می‌اومدند و به ظاهر مسلمان هستند، غیر مسلمانان هم بارها متعرض حضرت باقرالعلوم علیه السلام می‌شدند. در اون فضایی که بنی امیه با بنی العباس درگیر بودند، اون فضای خفقان سیاسی و امنیتی که بود، در اون شرایطی که کوچکترین جرقه ای میتونست دعواها و جنگهای بزرگی رو سبب ساز بشه، یکی از این موارد رو من عرض میکنم. ایام شهادت امام باقر علیه السلام انشاءالله ما هم بتونیم اخلاقمون مثل اهل بیت علیهم السلام باشه و در راستای سنت اهل بیت بتونیم الگو بگیریم از زندگانی ایشان. نوشتن که شخصی مسیحی مسلمان نبود،
مسیحی وارد مدینه شد. از پیش بهش گفته بودند، یه شستشوی مغزی شاید بهش داده بودند اهل سقیفه که نزد باقرالعلوم که رفتی شکل و شمایل حضرت رو گفته بودند و شناسایی کرده بود. خلاصه رفت و در کوچه ای مقابل حضرت باقرالعلوم علیه السلام ایستاد. مسلماً حضرت باقرالعلوم به تنهایی نبودند، شاگردان حضرت، اصحاب و یاران حضرت به همراه ایشان بودند. این مسیحی بدون هیچ عرض ادب و احترامی رو کرد مقابل حضرت امام محمد باقر علیه السلام: من عذرخواهی میکنم از حضرت ابا عبدالله علیه السلام، در محضر حضرت ابا عبدالله هستیم، نقل تاریخ میکنم. ایستاد مقابل حضرت باقرالعلوم و به اون حضرت عرضه داشت: شما بقر هستی، تو بقر هستی. امام باقر علیه السلام فقط و فقط به او فرمودند: تو در اشتباهی، من بقر نیستم، نام من باقر هست. اطرافیان چهره ها برافروخته شد، خواستند حرکتی انجام بدن. امام باقر علیه السلام با تبسم فرمودند که همگی آروم باشید، با من داره صحبت میکنه. امام باقر بدون اینکه عصبانی بشند این چنین جوابش رو دادند. بعد این شخص مسیحی به امام باقر علیه السلام عرضه داشت: مادر تو یک آشپز ساده بود. امام باقر علیه السلام فرمودند: شغل مادر من آشپزی بود و آشپزی کردن آر و ننگ محسوب نمی شود. مرد مسیحی عصبانیتش بیشتر شد از آرامش امام باقر علیه السلام و با عصبانیت بیشتری عرضه داشت: مادر تو زنی سیاه و بیشرم و بیحیا و بدزبان بود. امام باقر علیه السلام اطرافیان رو ساکت کردند. به شدت همگی عصبانی شده بودند، میخواستن مقابله کنن و کاری بکنن، جلوی این شخص مسیحی رو بگیرن. حضرت فرمودند: کاری باهاش نداشته باشید. امام باقر رو کردند به اون شخص مسیحی و فرمودند: اگر این نسبت ها که به مادرم میدهی راست است، خداوند مادرم را بیامرزد و از گناهش بگذرد، و اگر دروغ است، خدا از گناه تو بگذرد. مرد مسیحی رفت، حرفی دیگه برای گفتن نداشت. نوشتن چند روز بعد همان مرد مسیحی آمد نزد امام باقر علیه السلام، اما این بار نه برای توهین، نه برای جسارت کردن، نه برای بددهانی، برای مسلمان شدن و علوی شدن و پیوستن به شیعیان مولا علی علیه السلام. برخورد امام باقر علیه السلام با یک شخص مسیحی انشاءالله که بتونیم الگو بگیریم از سیره زندگانی امام باقر علیه السلام. سلام میکنم به آقای حمید از مشهد مقدس. آقای حمید صدای من رو دارید؟ سوت میکشم. بله دوستان، مشکل اتصال رو برطرف کنن و مجددن وصل کنن به استودیو. تشکر میکنم از بیننده های محترم که با پیام های بسیار زیاد خودشون در واتساب، در سامانه پیام کوتاه اسمس و در تلگرام، در کامنت های اینستاگرام همیشه همراه برنامه خودتون، برنامه هشتگ سوژه هستید، در موضوع های مختلف حمایت و همراهی میکنید برنامه رو و همچنین با تماس های خودتون. مطالب بسیاری هست در زندگانی امام باقر علیه السلام که برای این برنامه چون موضوع ما نیست به همین مقدار بسنده می کنم، از نوع رفتار حضرت با مخالف، اون هم مخالف مسیحی. بله تماس آقای حمید از مشهد مقدس وصل شده. سلام می کنم خدمت شما. سلام نریکا جان، تو خوبه؟ متشکرم. نظرتون چیه آقای حمید در مورد وصیت امام باقر علیه السلام که این نوع وصیت و این کلماتی که به کار بردن، نظر شما چی هست؟ با
سلام به همه و من تسلیت عرض میکنم شهادت امام باقر علیه السلام رو. این که حضرت امام باقر و ائمه دیگه ما واقعا در رفتار و اعمالشون اینقدر کرم غیظ و این رفتار واقعا خازانه و مؤدبانه رو داشتن قابل الگوست و کاش ما همه انشاءالله. در مورد وصیت امام باقر علیه السلام به نظرتون دلیلش چی بود که این طور وصیت فرمودن؟ چی دوباره بفرمایید؟ در مورد وصیت حضرت، سوژه امروزمون، موضوع امروزمون، به نظر شما چرا این گونه وصیت کردن امام باقر؟ بله ظاهرا ایشون صدای بنده رو ندارن، اتاق فرمان مشکل اتصال رو برطرف کردید. بله انشاءالله مجددن وصل بشه. بله بیننده های محترم، در روایات مختلفی از اهل بیت عصمت و طهارت در مورد عزاداری و مرثیه خوانی و نوحه خوانی مطلب وارد شده، روایات بسیار زیادی هست. حالا اون قسمت و اون دسته ای که به موضوع امروزمون مربوط میشه رو انشاءالله استفاده میکنیم در طول برنامه. سلام میکنم به سرکار خانم کاوه از پاریس. من متشکرم و تمام بیمنشتان بسیار متشکرم و شما صدا دارم از حضورتون. من از پاریس مزاحمتون خواستم که به نظر من چون در مراسم من از تمام جاهای دنیا حضور دارم، احتمالا ما محمد باقر نظرش این عزاداری اونجا در کنار تمام مردم دنیا انجام بگیره و همینطور که وقتی مردم بپرسن که این مراسم برای چی هست و چه اتفاقی افتاده، این یه ترویجی باشه، یه تشریع، یه دونه تبلیغاتی باشه برای دین اسلام و برای شیعیان جهان و به طوری که وقتی امام حسین ما بهمون اینقدر تأکید شده که باید عزاداری بکنیم، شاید به این علت بوده که امام محمد باقر هم اینو خواستن که توی مراسم منا همگی حضور دارن و همه در کنار هم عزاداری بکنن. به نظر من این مسئله اینطوری میتونسته باشه. احسنتم، تشکر میکنم سرکار خانم کاوه از اینکه نظرتون رو بیان کردید. میشنویم نظر سایر بینندگان رو. تشکر میکنم از شما. بله بیننده های محترم، نظر بیننده های برنامه رو میشنوید و اگر موافقید میتونید تماس بگیرید اعلام کنید، اگر مخالفتی دارید همینطور یا نظر خاصی دارید خودتون میتونید بفرمایید. سلام میکنم به آقای احمدی از ایران. الو. سلام میکنم خدمت شما، صدای من رو دارید؟ الو صدای من رو دارید؟ بله بله صدا شما دارید. سلام شما منم تصدیق از روید رو ایرازان حضرت امام بر علیه السلام دارم بریدام میگه پربرکت یک ملاقات فرمان. من صدای ایشون رو ندارم. بله اشاره میکنن که مشکل اتصال هست. عذرخواهی میکنم از بیننده های محترم که اتصالات تلفن و خطها به خاطر شلوغ بودن ممکنه این مشکل به وجود بیاد. حضرت امام صادق علیه السلام، ششمین پیشوای مسلمانان جهان، وقتی متوجه شدن و خبر به ایشون رسید که در کوفه و روستاهای اطراف و شهرهای دیگه مردم جمع میشن و عزاداری میکنن برای حضرت سید الشهدا علیه السلام، حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن خدای را سپاس که گروهی از مردم را علاقمند قرار داد به ما تا به مدح و ستایش ما بپردازند و برای ما عزاداری کنند. دشمنان ما را مورد اعتراض و طعن قرار میدهند و کارهای زشت آن ستمکاران را آشکار میسازند. در مورد عزاداری و مرثیه خوانی و این نوع وصیت امام باقر علیه السلام، میدونید که
وقتی قراره در مورد عزای و مصیبت حضرت باقرالعلوم علیه السلام صحبت بشه در سرزمین منا، در اون روزهایی که مردم در ایام منا جمع شدن در سرزمین منا و طبیعتاً از شیعیان اهل بیت علیهم السلام و از پیروان اهل سقیفه اهل تسنن همگی جمع هستند. وقتی در سرزمین منا عده‌ای جمع بشن و عزاداری کنن و مرثیه سرایی کنن برای باقرالعلوم علیه السلام و قاتل ایشان رو طبیعتاً لعن میکنن. قاتل ایشان کیه؟ هشام لعنت الله علیه، حاکم وقت. تا در اون 10 سالی که عزاداری میشد در سرزمین منا، این اون 10 سال حاکم وقت قاتل حضرت باقرالعلوم علیه السلام بود. طبیعتاً حکومت‌های دیکتاتور و ظالم تحمل ندارن و تاب ندارن که مخالف در موردشون صحبت کنه، خصوصا این که هشام قاتل حضرت باقرالعلوم حجت خدا بود. طبیعتاً برای شیعیان مشکلاتی به وجود می اومد و حجت خدا حضرت باقرالعلوم علیه السلام با آگاهی به این مسئله این وصیت رو فرمودند که در سرزمین منا، همون جایی که هم شیعه و هم اهل تسنن جمع می شوند، برای من عزاداری بشه. و در عزاداری و روزخوانی که حضرت تأکید داشتن با صدای بلند انجام بشه، مسلماً مأمورین حکومتی متعرض می شدن به شیعیان و شیعیان باید وصیت حجت خدا رو انجام بدن و این صحبت ها در راه رسیدن به اهداف والا اصلا مطرح نیست. انشاءالله ما هم بتونیم طبق وصیت امام باقر علیه السلام با برپایی مرثیه سرایی و نوحه خوانی و مجالس عزای اهل بیت علیهم السلام در سراسر دنیا روشنگری بکنیم برای جهانیان و افشاگری بکنیم از ظلم ظالمین اهل بیت علیهم السلام. سلام میکنم با آقای احمدی از ایران. سلام دارم شما و بیننده های برنامه‌تون و تشکر از شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو به تمام پیروان ایشان. در مورد امام محمد باقر، چنان که از اسم مبارکشون پیداست، باقر معنای شکافنده علوم بودن، همون که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم گفته بودن که همچین فرزندی از نوادگان من به دنیا میاد که شکافنده علوم هست. مرا با نخواهی مزید کنم ایشون، من نکته ای که از ایشون به ذهنم هست و مطالعه داشتیم در این زمینه، مباحثات علمی بود و که داشتن شاگردانی که پرورش دادن و خصوصا مواجهه ایشان با کسانی بود که شاید از نظر فکری یا سیاسی مخالف و همسر ایشان نبودن، که ایشان با حلم و با صبر اینها پاسخ میدادن بدون از این که مثلا اصلاحی ادبی داشته باشن یا نخواشی کنن یا مثل بعضی که این کار رو انجام میدن. بسیار با حوصله با معنی در مورد وصیت امام باقر علیه السلام داریم گفتگو میکنیم. جناب آقای احمدی، دلیل این که حضرت این گونه وصیت کردن نظر شما چی هست؟ جناب آقای احمدی صدای شما رو داریم، در مورد دلیل این نوع وصیت کردن امام باقر علیه السلام نظری دارید؟ الو، ظاهراً ایشون صدای من رو ندارن. وقتی که شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام می اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، امام صادق بهشون میفرمودن که در مجلس عزاداری میفرمودن که عزاداری کنید، به مداح یا مرثیه سرایی که بود میفرمودن مرثیه خوانی کنید و ایشان شروع میکردن به شعر خواندن و عزاداری کردن. بعضی مواقع امام صادق علیه السلام شخص مداح رو ساکت میکردن، میگفتن که نه اینطور نخون. تعجب میکردن همه، داریم شعر میخونیم، داریم عزاداری میکنیم، نوحه سرایی میکنیم،
امام صادق علیه السلام تأکید می‌کردند به افرادی که می‌اومدند از شهرها و کشورهای مختلف، می‌فرمودند همانطور که در بین خودتان عزاداری می‌کنید و شعرخوانی می‌کنید، اینجا هم در مقابل من همان گونه عزاداری کنید. و مطلب دیگر می‌فرمودند همانطور که وقتی مشرف می‌شوید به زیارت جد قریبم حسین علیه السلام، در کنار قبر مطهر جدم حسین علیه السلام چگونه از خود بی خود میشید، چگونه پریشان حال میشید، چطور اونجا عزاداری میکنید، کربلا کنار قبر مطهر جدم حسین، اینجا هم که اومدید همونطور عزاداری کنید. سلام میکنم به آقای مسعود از شهر مقدس کربلا. سلام و رحمت الله. بفرمایید نظرتون رو میشنویم در مورد دلیل وصیت امام باقر علیه السلام این طور وصیت کردن منحصر به فرد هست در میان اهل بیت. من تسلیت عرض میکنم سعادت مظلومانه امام باقر علیه السلام رو خدمت شما بیننده هم متشکرم. احسنتم. ببخشید لطفا من دوست داشتم که شما از وصیت امام باقر علیه السلام قسمت های دیگر هم انتخاب میکردید، مثل سفارشات اخلاقی ایشون، ولی حالا در مورد همین قسمتی که انتخاب کردید بعد از نکات بسیار زیادی از زندگانی امام باقر علیه السلام هست که در یک برنامه نمیشه بهش پرداخت. بله بفرمایید، حالا نظرتون رو میشنویم. در مورد وصیت ایشون که البته مثلا در مورد امام رضا علیه السلام هم وجود داره که در مورد در زمان حیاتشون دستور دادن به وقت میخواستن مدینه رو ترک میکنن، دستور دادن به همراهان که همون وقت مجلس یه چیزی شد که مجلس عذاب ترتیب بدند. این نوع مجلس عذاب که در واقع ما بهش میگیم شعائر، یکی از بهترین و محبترین رسانه های اون زمان این زمان هستش برای رسوندن پیام هایی شاید به صورت مستقیم قابل ارسال نباشه. خاصیت مجلس عزا و نوع عزاداری به انواع مختلفش این هستش که توجه آدم ها رو جلب میکنه. یعنی اگر یک کسی همینجوری سخنرانی میکنه خیلی توجه کمتری رو جلب میکنه و فقط توجه همسنخای خودش رو ممکنه جلب بکنه و فقط همسنخای خودش ممکنه بشینن پای حرفاش و حرفاش گوش بدن و اونا وقت بذارن ساعتها که بخوان باهاش بحث و مذاکره بکنن. ولی یه چیز مثل عزاداری باعث میشه که کسی که اصلا هیچ توی وادی ها نیست، توی حال هوا نیست، مثلا شما هم که دارید یه جایی رد میشین میبینیم که یه عده دارن آغوشیون میکنن، سریعا توجهتون جلب میشه، سریعا توجهتون جلب میشه که چرا دارن این کار انجام میدن، که این چرایی آغاز پرسشگری هستش و چون این چرایی خیلی عمیق توی ذهن آدم ها مطرح میشه به واسطه شعائر شاید بهتر روشش باشه، این هستش که معصوم علیه السلام خیلی سفارش کردن به این موضوع، خصوصا در دوران خفقان یا خود زمانی که تفکر اهل بیت علیه السلام، تفکر شیعی اقلیت قرار داره و توی دنیا کمتر بهش توجه میشه، با استفاده از این روش عزاداری که ما امروز بهش میگیم شعائر، که عزاداری بخشش هستش، میشه توجه آدم های مختلف رو جذب کرد و بهشون پیام های رسون که از روش های مختلف بسیار بسیار سختتر و طولانی تر این روش پیام رسانی انجام خواهد شد. در مرتبه دوم برای خود شیعیان، کسانی که هوادار این خط و این روش زندگی هستند، عزاداری کردن نوعی از فوران احساسات هستش. ما درسته که توی مذهبمون عقلانیت حرف اول رو میزنه ولی چند همه حرف رو نمیزنه، یعنی مکتب ما بر اساس عقل همه اصول دین رو اثبات با توحید و نبوت و امامت و غیره رو، ولی برای اینکه بتونیم راه سعادت رو پیدا بکنیم و با خدا و با اهلیت بتونیم ارتباط بهتر برقرار بکنیم، نیاز هستش که احساس هم به کار بیفته. عزاداری کردن، عشق ریختن، سینه زدن و غیره بس میشه که عواطف ما به جریان بیفته و تأییدی باشه بر عقلانیت ما.
یعنی دو جنبه وجودی انسان که این رو از حیوان جدا میکنه، یعنی عواطف و عقلانیت، به واسطه این روش عزاداری هر دو با هم به جریان میافتن و تثبیتی میکنن در عقاید شخص. احسنتون، تشکر میکنم آقای مسعود از اینکه نظرتون رو بیان فرمودید. خدا نگهدارش. خواهش میکنم، موفق باشید. خدا نگهدارش. در منطق خدای متعال و در آیات قرآن کریم میبینیم که خدای متعال نمیخواد که هیچ وقت هیچ نوع ستمی در دنیا مخفی بمونه و شخص ظالم و ستمگر باید رسوا بشه. از این رو خدای متعال به بنده های خودش یه جاهایی اجازه میده که افشاگری داشته باشن و ستمگر رو رسوا کنند. آه مظلوم خدا تماس داریم؟ بله، ادامه صحبتم رو بعد از تماس عرض میکنم. سلام میکنم به آقای سعید از اهواز. من هم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگانتون. نظرتون رو میشنم، بفرمایید. بله، خواهش میکنم. همونطور که شما اشاره کردید و گفتید، امام باقر همیشه با آرامش و متانت با سخنی همه بودن، حتی مخالفانشون. همونطور که شما فکرمید بیستر قیل اشاره کردید، کسی که اومد و اون نمیم یهودی بود کی بود، همیشه با آرامش و متانت. نه، این از امام باقر یاد گرفتم و اون کسی من فکر میکنم امام باقر هیچ وقت سعی نکردن که یه کیکی رو ببرن و لعنت بفرستن بر ام المؤمنین. این چیزی که ما تو شبکه فدک و خیر از شبکه در مورد وصیت امام باقر علیه السلام صحبتی ندارید؟ بله، خدای متعال در آیه 148 سوره مبارکه نساء به بنده های خودش میفرماید که آه مظلوم نباید در سینه اش پنهان بشه و در سینه اش خفه بشه، بلکه خدای متعال از مظلومان عالم میخواد که صدای خودشون رو بالا ببرند و ظالم و ستمگر رو افشا کنند و ریشه ستم و فساد خشکانده بشه. آیه 148 سوره مبارکه نساء رو مطالعه بفرمایید تفسیرش رو. لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم، کسی که بهش ظلم شده و چه ظلمی بالاتر از ظلم به خاندان نبوت، خاندان وحی و حجت خدا حضرت باقرالعلوم علیه السلام. و برای افشاگری از ظلم ظالمان چه جایی بهتر از سرزمین منا، در اون چند روزی که شیعیان و اهل تسنن همه مسلمان ها جمعند، اونجا باید افشاگری بشه از ظلم هایی که به حضرت باقرالعلوم علیه السلام روا شده توسط حاکم وقت، توسط هشام ابن عبدالملک هشام، و ظلم هایی که کرده به امام باقر. بدون هیچ ترسی حضرت وصیت کردند 10 سال پس از شهادتشون این روزخانی برپا بشه و ظلم ظالمان و حکومت‌های دیکتاتور به جهانیان برسه و افشا بشه و ریشه ظلم انشاءالله خشکانده بشه، و این وظیفه رو ما هم تا روز قیامت بر عهده داریم. سلام می‌کنم به آقای احمد از ایران. سلام علیکم. سلام بر شما آقای احمد، بفرمایید به نظر شما دلیل این نوع وصیت امام باقر علیه السلام چی هست؟ بله، خیلی متشکر. من هم لازم میدونم به عنوان یکی از شیعیان اصلاح شریع تسلیت بگم تا روز شهادت این امام همام رو به تمام شیعیان باقری آن حضرت. یکی از مهمترین مسائلی که در زمان حیات حضرت محمد امام محمد باقر که بودن این بود که خب حضرت در زمانی بودن که بنی امیه داشتن از بین می رفتن و عباسیان داشتن روی کار می اومدن و وضعیت در زمان حضرت به طوری بود که بسیار خفقان بود و باید یک همیت و وحدتی رو بین شیعیان حضرت رقم می زدن و این بسیار سخت بود که حضرت به تنهایی با اون شرایط بسیار سختی که در آن زمان بود، حضرت هیچ موقع از اون راهی رو که صراط مستقیم بود حضرت یک ذره منحرف نشدن و
هر موقعی خواستم در مقابل حجت خدا و امام زمان بودن در مورد دلیل این نوع وصیت کردن امام باقر علیه السلام صحبتی دارید بفرمایید. بله بله من خواستم بعد قرار زمانت کنم حتما بهتون میگم جواب سالتونم. من بخواهم ارز کنم خدمت شما هستن. که خلاصه تر بفرمایید. بله بله چشم خدمت شما شود که امام محمد باقر علیه السلام هر موقعی در مقابل خودشون ظلمی رو میدیدن و یا ناحقی رو میدیدن خیلی با دلیل و مدرک و مستند میومدن اون رو جواب میدادن و خدمت شما هست شود که هیچ موقع بله هیچ موقع متوسل به لن گفتن و یا این که فخش و مقتضا گفتن در مورد وصیت امام باقر علیه السلام صحبتی ندارید ظاهرن شما افشای ظلم ظالم و افشای ستم ستمگر وظیفه ایست که هر شیعه ای تا روز قیامت بر عهده داره و امام باقر علیه السلام در فرازی که به امام صادق وصیت فرمودن یکی از اهداف و یکی از دلایلشون این بود که در سرزمین منا ظلم ظالمین و حاکمین وقت افشا بشه و از مظلومیت اهل بیت علیه السلام اونجا صحبت بشه. پیام هایی که شما بیننده های محترم فرستادید، بله کارگردان محترم پیام ها برای من نیومده، اگر به دست من برسونید ممنون میشم. بعد از پیام های واتساپی که برای من ارسال کردید دیگه پیامی نیومده. بله اگر به دست من برسونید من هم میخونم. عرض کنم که بله ارسال شد، تشکر میکنم از این سرعت عمل شما. بله سامانه پیام کوتاه رو داریم، شما هم روی صفحه تلویزیون میبینید. بیننده های محترم، بیننده ای نوشتن از دلایل این نوع وصیت امام باقر علیه السلام نوشتن زنده نگاه داشتن حماسه عاشورا و مصائبی که بر اسرا علل خصوص عمه سادات گذشت. عرض کنم که وصیت امام باقر علیه السلام در خصوص شهادت خودشون بود، یعنی عزاداری در شهادت حضرت باقرالعلوم علیه السلام. بیننده دیگری نوشتن عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام نه تنها اشکالی ندارد بلکه با آن دستور داده شده. عزاداری منحصر به 3 روز و 40 روز و سالگرد نیست، بلکه میتوان سالهای سال برای اهل بیت علیهم السلام عزاداری کرد. خرج کردن برای عزاداری اهل بیت علیهم السلام هیچ اشکالی ندارد بلکه سیره خود آن بزرگواران هست. بیننده دیگری نوشتن احیای شعائر و بیان مظلومیت اهل بیت علیهم السلام. بیننده دیگری نوشتن سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. یکی از علتهاش زنده نگه داشتن عزاداری برای معصومین و خودش که ستم زیادی بر آن بزرگوار رفت تا در سرزمین منا حجاج با قلب پاک از او یاد کنند. علت دوم مبارزه سیاسی علیه شمر زمان امام که هشام ابن عبدالملک بود که با این کار خواست توسط فرزند بزرگوارشان امام جعفر صادق مبارزه سیاسی و تنفر خود را از آنان نشان دهد. بیننده دیگری نوشتن علت وصیت آن بزرگوار به خاطر این بود که به واسطه این وصیت مردم اعمال حج را انجام دهند و به این بهانه آنجا گرده هم بیایند. بالاخره نظرات هست و ما همه رو میخونیم. بیننده دیگری نوشتن با سلام، علیکم السلام. نوشتن ابلاغ هدف از قیام امام حسین، ماندگاری یاد آن حضرت، تشویق و ترغیب مردم به عزاداری برای ظلم ستیزی و دفاع از اسلام ناب محمدی و تا هر سال مسلمانان و شیعیان یاد و خاطره آن ظلم بزرگ را سینه به گوش آیندگان برسانند تا در موقع لزوم به آن حضرت اقتدا کنند. برخی از بیننده های محترم ظاهرا متوجه این مطلب نبودند که وصیت امام باقر علیه السلام در مورد عزاداری در شهادت خودشون بود، راجع به شهادت خودشون 10 سال در منا عزاداری بشه. مهری از تهران نوشتن سلام، علیکم السلام. به دلیل اینکه جریان مظلومیت و حقانیت امام را ملل مختلف جهان در سرزمین بشناسند و سرزمین منا موقعیتی مناسب برای این کار بود. بله عرض کردم برخی از بیننده ها متوجه این امر نبودند. پیام هایی که خوندم را عرض میکنم که امام باقر وصیت فرمودند که 10 سال در عزا و مصیبت شهادت خودشون در سرزمین منا عزاداری بشه
و مسئله افشای ستم و افشای ظلم و روشنگری در مورد ظلم ظالم وظیفه هر شیعه هست تا روز قیامت در هر جای این کره خاکی که هر شیعه علی ولی اللهی هست وظیفه داره که در مراسم عزاداری اهل بیت علیهم السلام عزاداری و روزه صرف دور هم جمع شدن و اشک ریختن و عزاداری این به جای خود تمام اثراتش تمام مطالبی که در روایات هست تمام اینها به جای خود اما مطالب دیگری هم هست در مجالس عزاداری از ستمگران از ظالمین از دیکتاتورها صحبت میشه و حکومت‌های دیکتاتور از این خوف دارن لذا در برخی از روایاتی که سفارش می‌کنن به عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام می‌بینیم که تأکید فراوانی شده که مردم در خانه‌های خودشون مجلس روزه و عزاداری برپا کنن چرا میگه مساجد نیست میگه حسینیه‌ها نیست هست ولی در برخی از حکومت‌ها در طول تاریخ ثابت شده که مساجد و حسینیه ها مصادره میشه توسط حکومت ها در مساجد و حسینیه ها حرفی غیر از مدح حاکم ظالم گفته نمیشه لذا اهل بیت علیهم السلام سفارش کردند که مجالس عزای ما را در خانه های خودتان هم برگزار کنید که اگر در مساجد در حسینیه ها در حکومت هایی مصادره شد این مجالس و به نفع حکومت ها و به مدح ظالمین شروع به سخن شد مجالس سنتی اهل بیت علیهم السلام باقی بمونه در خانه ها ما وظیفه داریم در مجالس عزای اهل بیت علیهم السلام از ظلم ظالمین و ستمکاران به اهل بیت علیهم السلام سخن بگیم و مردم رو روشن کنیم نسبت به این مسئله و امام باقر علیه السلام در این وصیتی که به فرزندشون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن یکی از اهدافشون این بود که در سرزمین منا که شیعیان و اهل تسنن همه و همه جمع هستند اونجا از ظلم هشام از ظلم حاکم وقت صحبت بشه حضرت امام باقر علیه السلام تمام این موارد رو آگاه بودن مواردی که شاید الان به ذهن شما هم بیاد چرا تقیه نکردند امام باقر علیه السلام ظلم ظالم اونجا مگه مأمورین هشام نبودند مگه در سرزمین منا متعرض مردم و شیعیان نمی‌شدند می‌شدند ولی هر شیعه‌ای وظیفه داره و به وظیفه خودش باید عمل کنه ان شاء الله ما هم بتونیم تا لحظه آخری که جان در بدن داریم و تا لحظه آخری که خون در رگ خودمون داریم از ولایت اهل بیت علیهم السلام دفاع کنیم و افشاگری کنیم و روشنگری کنیم در مورد ظلم ظالمین اهل بیت علیهم السلام بیننده های محترم هنگام غروب آفتاب هست در شهر مقدس کربلا اگر تصویر رو بتونن کارگردان محترم نشون بدن بله اگر بتونین نشون بدین الان غروب آفتاب کربلا هست دعاگو و نایب الزیاره شما بیننده های محترم هستیم انشاءالله تا برنامه بعدی یا علی مدد خدا نگهدار شما